واشینگتن تایمز مطلبی رو از وزیر پیشین دادگستری آمریکا مایکل موکیزی منتشر کرده که در اون از جمله اومده ما شنیده ایم و باز هم خواهیم شنید که نهایتاً به نظر میرسد ستارگان در امتدادی قرار گرفتند که میتوان به آنچه همه ما خواهانش هستیم دست پیدا کنیم و آن سرنگونی رژیم آخوندی است. میشنویم فساد اقتصادی و فساد سیاسی در رژیم تهران در نهایت با پوسیدگی اخلاقی منطبق شدند که همواره در ذات رژیم آخوندی بوده است و جا دارد که از خانم رجوی تشکر کنیم که دهها سال از عمر خود را وقف تحقق این امر کرده است و همچنین از کسانی تقدیر کنیم که جانشان را در این راه از دست دادند و کسانی که دچار نقص عضو شدند و همچنین از اشرفی ها که رنج عظیمی را متحمل شدند و مردم آلبانی که شجاعانه از آنها استقبال کردند. همه ما آگاه هستیم و شما آگاه هستید و حضور شما در اینجا نشان می‌دهد که آگاه هستید که هیچ چیز در امور انسانی اجتناب ناپذیر نیست. و در تحولی دیگر استیو منوچین وزیر خزانه‌داری ایالات متحده ضمن تاکید بر وجود برخی اختلافات میان کشورش و اروپا در مورد ایران گفته که در مورد برخی اقدامات تهران رویکرد مشترکی میان متحدان در دو سوی اقیانوس اطلس وجود دارد. همچنین مارسل دیرسوس کارشناس سیاسی در دانشگاه کیل آلمان با اشاره به اقدام تروریستی رژیم علیه مقاومت ایران و افزایش اعدام‌ها در ایران نوشته من این را قبلا هم گفتم و دوباره میگویم اروپا نسبت به ایران بسیار نرم برخورد میکند. محمود شاهرودی در ژانویه در یک کلینیک خصوصی در هانوور تحت درمان قرار گرفت. او نوجوانان را اعدام کرده بود. آیا هیچ اتهامی علیه آن قاضی اعدام نبود؟ محمود شاهرودی 69 ساله این قاضی مرگ ایرانی در آلمان مورد اتهام قرار نگرفت.